بچه ها سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که تو آزمون فردا موفق باشین. امروز جلسه رفع اشکال هست، اگر اشکالی دارین میتونید پیامک بزنید به اتاق فرمان حسن آقا. بله، کارشناس محترم در خدمت شما هستن، بنده هم همینطور. سوالاتون رو اونجا پیامک بزنید، اگر نه که بنده خودم بعضی از مسائل رو حل کنم. یکی از مسائلی که از خیلی حالا شانس هم آوردین، صفحه 95 به بعد رو حذف کردن. واقعا دستشون درد نکنه و بارت بسیار بسیار سبک شده. من بارومندی هم که برات فرستادم به اون توجه کن. 6 نمره عروض و 6 نمره آرایه داره. تاریخ ادبیات ها رو زحمت میکشی حفظ میکنی و مثال های متن کتاب و البته خب مراعات نظیر که مهم نیست. مراعات نظیر دو تا کلمه‌ای که به هم ربط داشته باشن مثل بلبل و گل یا یوسف و زلیخا، اینا رو حتی اگه نخونده باشی هم پیدا می‌کنی، جای خیلی نگرانی نداره. یکی از چیزایی که خیلی باید بهش توجه کنی، اینو من اینو انتخاب کنم، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، داستان زندگی منصور حلاجه که توی پاورقی هم برای نوشته انالحق. داستان بیژن و منیژه این که این مه که چون منیژه لب چاه می نشست، گریان به تازیانه افراسیاب رفت. اسم شخصیت های شاهنامه بیاد تلمیه. اینم به عقیده من خیلی مهمه. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اولل ابصار، به آیه هست فعین ما تبلون فسم وجه الله، یعنی هر جا نگاه کنید خدا رو در اونجا میبینید. نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، به حدیث لافتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اون یکی هم که میگه چون جواب احمق آمد خاموشی، جواب احمق جواب الاحمق سکوت، اینم یه ضرب المثلیه. اینجا که یوسف داریم، مجنون داریم، موسی و فرعون داریم، اینجا هم که یاربان آتش که بر جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل، به داستان زندگی ابراهیم علیه السلام اشاره داره. خب تضمینم که میدونی آیه یا حدیثی را در ضمن کلام بیاوریم، یا آیه یا مصرع یا بیتی از شعر شاعر دیگری نقل کنیم. خیسا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، کز نسیمش بوی جویه مودی آن آیت همی. حافظ این بیت را از رودکی تضمین کرده است، اون قسمت بوی جویه مودی آن آیت همی. این یکی دیگه آیه یا حدیثش مشخصه، درویش بی مروت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد، کاد الفقر ان یکون کفر. اون شعر شهریار رو حفظ میکنی همه شب در این امیدم، و شهریار از حافظ آورده. بیشتر دنبال خود ارزیابیاشم. خب این که مراعات نظیره، مخصوصا ایهام و ایهام تناسبو. خب خضر و آب بقا و حسن آقا صدامو میشنوید دیگه. اگر کسی اس ام اس چیزی زد، سوالی بود برام میفرستی دیگه توی واتساپ، درسته؟ سوالات بچه ها رو میگم برام با واتساپ میفرستی، آها با اون تبلت میفرستی. خب
این یه دونه رو مهم دیدم. من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدسته سر، به آیه ای هست یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب اینه که حدیثش مشخصه، قل الحمدلله تضمین از آیه قرآن، تجری تحت الانهار، همه اینا تضمین از آیه قرآن، ما عبدناکم تضمین از حدیث پیامبر است. خب این یه دونرم نگاه میکردم، ای مرغ سحر چون این شب تار بگذاشت سر سیاه سیاه کاری. میدانید که علامه ده خدا در رسای میرزا جهانگیر خان سوره اسرافیل این مسمت را سروده است، یادار ز شمع مرده یادار. پس یاد باشه که علامه ده خدا درباره میرزا جهانگیر خان سروده است این. ویژگی های زبانی و فکری و چیزی که هست، ببینید توی ویژگی های زبانی و فکری عصر بیداری و دوره بازگشت باید جملاتی رو حفظ باشی و هر کدوم از این شاعرها رو که برات آوردن، متنی آوردن، به فراخورش نکاتی رو باید بگی که آزادی خواه بودن و مثلا از نظر فکری به دنبال آزادی شاخص های در اومای شاخصش آزادی و وطن و قانون و تعلیم و تربیت جدید و توجه به مردم بوده، دانش ها و فنون عصر جدید. یکی از سوالایی که توی امتحان نهایی برگزار عنوان شده بود، که این بودش که این کلمه رو با حذف همزه و بدون حذف همزه تقطیع کنید. من البته باید مثلا من حالا از سوی خود ارزیابی بخوام یه مسئله رو بگم، مثلا حالا من از این تختیش میشه بدون حذف همزه، اما اگه بگم من از این میشه با حذف همزه. پس یه بار همزه رو حذف میکنی، کلماتی رو بد میدن. یا مثلا براید، یه بار میگم براید، یه چیزی مثل فعولون میشه، اما احتمال داره بگم بر آ ید، سه تا بلند میشه. پس این
یکی از سوالامون هست. خب مثبت بلند ای در چه صورت کوتاه هست و مثبت او در چه صورت بلند؟ به ضرورت وزن شعر گاهی اوقات مثبت کوتاه و بلند تلفظ میکنیم و گاهی مثبت مثلا همزه های واو های عطف و که مثلا من و مثلا ساقی او رو میکشیم، ضمه عطف. و همچنین ای گاهی اوقات که مضاف واقع میشه و به ضرورت وزنشه در جاهای دیگر کوتاه تلفظ میشه. حالا اینو الان مثالش رو پایین تر حل میکنم، به صورتی که با کدام اختیار شاعری مطابقت داره. جا دوی اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مثبت بلند، سا قی ما قی و سری گفته، پس همش بلند به کوتاه، اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مثبت بلند. آهوی دشت همش همینه، کوتاه تلفظ کردن مثبت بلند. درخت ت دوستی بنشان، ت رو کشیده، پس میتونم بگم کوتاه به بلنده، اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مثبت کوتاه که ما بهش میگیم کوتاه به بلند، بلند تلفظ کردن مثبت کوتاه. تو گفتی، این تو رو کشیده، بلند تلفظ کردن مثبت کوتاه باید براش بنویسی. سوالای نهایی اینطور که بررسی کردم بچه ها اغلب جواباش خیلی کوتاهه، یعنی دنبال داستان تعریف کردن نیستن اینا، همین که اون جواب کلیدی رو براشون بنویسی نمره رو میدن. بعد یه جایی نوشته مثلا رکن چندم دارای اختیار زبانی است، فقط مثلا شما باید بنویسی رکن سوم، اصلا نه تختی میخواسته، فقط اون چیزی که گفته رو شما جواب بدین لطفا. خب شماره 3 رو براتون میخونم. خواهشی که دارم توی کتاب علامت بزنین، وزنشو بنویسین و اون اختیارشو توی کتاب علامت بزنین. گفته پسرین نجای بازی است، بشتاب که جای چاره سازی است. گفته پسرین نجای بازی است، خب این چیه؟ گفته زبانی، حذف همزه. گفت تی اینجا میشه حذف همزه. فریاد که در ره گذر آدم خاکی، مستانه فشاندند و بسی دام و تنیدند. فریاد که در ره گذر آدم خاکی، ره کوتاب بلند هست. گفته ای پسرین نجای بازیست، مفعول و مفاعلون فعولون هست. فریاد که در ره گذر آدم خاکی، ره کوتاه به بلنده. بر همه اهل جهان سید و سرور علیس، مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون. بر همه اهل جهان، له کوتاه به بلند هست. در رهدی نه خدا، نه کوتاه به بلند هست، این نه. هادی و رهبر علیس، هادی و ره، دی کوت بلند به کوتاهه، بلندشو باید بنویسیم، خط بزنیم کوتاه. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون. شب جدایی بش چه کنم که هست و اینها گل باغ آشنایی، فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون، مشکلی نداره. تفرج کنان در هوا و هوس، و کوتاه بلند هست.
گذشتیم و بر خاک بسیار کس. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود و باش. ری رو کشیدم. فاعلاتون 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 فاعلون. ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود و باش. بیچارگی ورا چو دیدن مفعول و مفاعلون فعولون. بیچارگی ورا. گیش اولا که این گی بلنده به کوتاه باید تبدیل بشه. یه دوباره کوتاه به بلند باید تبدیل بشه. در چهار گری زبان کشیدن مشکلی نداره. خلدگر به پاخا ریاسان ریاسان برایت ریاسان فعولان. چهار تا فعولانه. چه سازم به خاری که در دل نشیند فعولان 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 فعولان. همه برگ بودن همی ساختی فعولان 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 فعل. همه بر می کوتاب بلند به تدبیر رفتن نپرداختی. آمد سوی که به سینه پرجوش. سو بلند به کوتاه مفعول و مفاعلان فعولان. چون که به نهاد و حلقه در گوش دیگه مشکلی نداره، یعنی از نظر اختیار زبانی. سوی چا سو بلند به کوتاه. یه دوباره کوتاه به بلنده. رگشتم ز بیچارگی ندادم به دو سر به یک بار. نکوهش مکن چر خنیل و فری را برون کن ز سر با دخیر سری را. نکوهش مکن چر خنیل و فری را برون کن ز سر با دخیره. خودم همین الان بهش کردم. ر کوتاه دخیره سری را. ر رو کشیدم. خب بعدش بچه ها مثال های لفونش رو متناقض نما رو خواهش میکنم حفظ کنید. من حالا الان یه مثالی میزنم ولی پایه‌های آوایی ناهمسان یکی از بچه‌ها گفتن یه سری بهش بزنیم درس دو. من البته فکر میکنم خلاصه کل درس رو که این ناهمسانا رو کل درس رو من خلاصه‌شو پی دی اف کردم. یکی از بچه‌ها فکر کنم خانم توکلی سوالی پرسید و موجب شد که من اون پی دی اف ارزشمند رو درست کنم. کل ناهمسانا رو برات نوشتم. وزنهای برابرم نوشتم. مثلا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعل میشه مستفعل و مستفعل و مستفعل و مستفعل. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون میشه مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل. حالا خود ارزیابی شما حل میکنم. من یکی از بچه ها نوشتن فکر میکنم خانم فروتن باشن نوشتن یه بررسی داشته باشیم. من چند تا از خود ارزیابی هاش حل میکنم. با خانش درست پایه های آوایی. ببینید پایه های آوایی که میدونید آب و زنی دراه و را هین که نگاه رو میرسد مجده دهی تو باق و را بوی بها رو میرسد مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن. آب و زنی دو راه و را. خب آب و زنی دو راه و را اینا پایه هاشو مشخص کردیم مفتعلن مفاعلن. خب چیه؟ قطعا همسان دولختی هم تازه است. دلم سر به هامون رها می پسندد سرم با لشسخ رها می پسندد فعولان 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 فعولان. خب اینم که همسان بود. باز این چه شور شست و که در خرق عالم است
بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون که ناهمسانه. تازه یه مدل دیگرش هم گفتن مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل. گشته ام در جهان و آخر کار، دلبری برگزیده ام که مپرس. فعلاتون مفاعلون فعلون. فقط در رکن اول به جای فعلاتون فاعلاتون اومده. از اختیارات رایج وزنی است. ناهمسانه قطعا. دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم و پریدیم. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فاعلون ناهمسانه. ولی گفته اینو گفته مستفعل و مستفعل و مستفعل و مستفعل بخونیم میشه همسان، و وزن همسان بر ناهمسان ارجعیت داره و در واقع اینو همسان دانسته کتاب. شفای این دل عاجل دل بیمار و جز لقای تو نیست، طبیب جان خرابم کسی ورای تو نیست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. من یه دوتا کلاس دیگه دارم توی دو جای مختلف، منتها بچه هایی که توی گروه عضو هستن سوال چیزی بود یا توی صفحه شخصی در خدمتشون هستم تا بالاخره آخر وقت در خدمت هستم که انشالله امتحانو به خوبی و خوشی و با نمره 20 سپری کنی. راستی کن که راستان رستن، راستان در جهان قوی دستن. فعلاتون مفاعلون فعلون ناهمسان. در رکن اولش فقط شده فاعلاتون. محمد کافرینش هست و خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. مفاعیلون مفاعیلون فعولون. محمد و آل محمد. خب اینم همسان بود. مفاعیلون مفاعیلون فعول. با آن که جیب و جام من است مال و می توهیست، ما را فراغتی است و که جمشید جم نداشت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. چیه خودت بگو، یک کلمه حرف زن. همسان یا نه همسان بنویس برام. این پی چیه همسان؟ یه پیام حداقل بدی. من جه افسرده شدم انقدر که پیام ندیدم. الان یه نفر پیام بده. آقای حسن آقا میاد اینجا دیگه نه؟ اینجا نمیاد. ندادن. خب نه آخه اینا آدمای حرفه‌ای هستند و داره براشون مرور میشه. یه پیام بدیم ببینم مثلا اینجا پیام میاد. آها ممنونم. بله 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 درود بر شما. یه نوع ناهمسان اومد که حالا خانومی هستن، مریم خانوم، هم نمیدونم کدومشون هستن، حالا فامیلیشون هم نمیدونم، خانم توکلی یا فروتن. بسیار خوب. آتش حب الوطن چو شعله فروزد، از دل مؤمن کند به مجمر اسپند. مفتعلون فاعلات و مفتعلون فع. قطعا ناهمسانه دیگه، ناهمسان تر از این نداریم. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. کدام بیتا دو به دو از نظر وزن با هم یکست. سخن شناس و نهیجان من خطا اینجاست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون ناهمسان. جانا نظری کن که ناتوانم، بخشا که به لب رسید و جانم. مفعول و مفاعلون فعولون ناهمسان. که البته مستفعل و فاعلات و فعلون هم میشه. برداشت دل ز کار او بخت، در ماند و پدر به کار او سخت. پس این به و په هم با هم جفت جونن. بیا به خانه آلا لحاسری بزنیم، ز داغ و با دل خود حرف دیگری بزنیم. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. این هم با اون اولیه همسان بود. یکی بود وزش به دو صورت.
آها اینم بد نیست، اینم داشته باش، توی کنکور سراسری هم یه دونه اومده بود. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولان میشه مستفعل و مستفعل و مستفعل و مستفعل. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون میشه چی؟ مستفعلون فعولون، مستفعلون فعولون هم میشه. ای سر به بلند قامت دوست، مفعول و مفاعلون فعولون، مستفعل و فاعلات و فعلون. اینم مدل دیگرش. لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند و خنده گل زیباز، مفعول و فاعلات و مفاعیلون. آها همون وضع خودمونم. خب مستفعلون مفاعل و مستفعل میشه، مثل این که مفعول و تو مفاعیلون، تو لبخند لبخند تو. خب این میاد تا اینجا خلاصه. خوب درسته، یادت چجوری میخوندیمش؟ میگفتیم لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند و خنده گل زیباست، مفعول و فاعلات و مفاعیلون، مفعول و فاعلات و مفاعیلون. نمیدونستم قیصر امین پورم دو این وست سروده. جواب سراسرش این بود پاکی ایدل عبس مخور غم دنیا را، فکرت مکن نیامد فردا را، که می گفتیم مفعول و فاعلات و مفاعیلون، مفعول و فاعلات و مفاعیلون. این جواب کنکور نبود، جواب کنکور یکی دیگه بود که یادم رفت. این یکی از مثالای معروف رودکی علیه الرحمه بود. بله به جای مفعول و فاعلات و مفاعیلون میتونیم مستفعلون مفاعل و مستفعل هم، مستفعل هم بله جایگذاری بکنیم. من یه لیوان آب بخورم میام خدمتتون. خیلی خوب. خب سلام مجدد. درباره تضاد خیلی مشکلی که نداریم. مثلا اینجا برود و نرود، هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دل من و از دل من آن نرود. خب کسی با او نه و او با همه کس، نماند هیچ کس، او ماند و بس، ماند و نماند. در نیابد حال پخته ایش خام پخته و خام. اما میرم به پارادوکس میرسم. اونجا هم که گل و خار بود، اونجا هم که بکایی و فضایی. زکوی یارو می آید نسیم باد نو روزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. باد تو جزوه هم اینو نوشته بودیم، معمولا چراغ رو خاموش میکنه، این که برف روزاند و روشن کند چی میشه؟ پارادوکسه. خب این از این. فلک در خاک و میر قلتید از شرم سرافرازی، اگر میدید معراج ز پا افتادن، معراج یعنی بالا رفتن، معراج ز پا افتادن پارادوکس. عجب مدارو که در عین درد خاموشم، درد میگه که درد یار پری چهره عین درمان است، دردی که درمان باشد پارادوکس
بعد یکی از مثال‌هایی که دیدم توی نهایی اومده چیست این سقف بلند ساده بسیار نش خب این پارادوکسه آب آتش فروز پارادوکسه آها لفانش گر ندیدی میگه قبض و بست عشق را یک دو دوتای اول چیه لف گریه مینا نگر خندیدن ساغر ببین گریه مینا و خندیدن ساغر دوباره یک دو اینا میشه نشر نشر یک نشر دو خب قبض عشق قبض و بست قبضش به گریه مینا برمیگرده چون قبض گرفتگیه بست گشادگی خاطر به خندیدن ساغر ربط داره خب حالا این لفونش رو بهش میگیم مرتب دو کس دشمن ملک و دینند ملک دین حکومت دین پادشاه بی حلم و زاهد بی علم دوباره اینم مرتبه دیگه دوتای اول لفه دوتای دوم نشته یه دونه نامرتبم اگر پیدا کنم از متن درس مجبورم بهت بگم چون که تو این خود ارزیابی ها ندیدم آها این چی بود یه چیزی به چشمم خود دل و کشورت میگه جمع و مأمور باد یک و دو مأمور یعنی آباد دلت میگه امیدوارم جمع باشه کشورت مأمور باشه آباد باشه خب اینم مرتبه جیب و جامم میگه از مال و می یک و دو یک به اینم مرتبه یه دونه نامرتبه خیلی کار درست میخوام برات مثال بزنم اگر ز خلق ملامت و اگر زد کرده ندامت کشیدم از آها آره این نامرتبه ملامت میگه شنیدم از تو شنیدم ندامت کشیدم بله این یک و دوه اما این ور دو و یکه چون ملامت رو میشنوه آدم ندامت رو میکشه فرو رفت و بر رفت روز نبرد اینم جالبه فرو رفت بر رفت پایین اومد بالا اومد به ماهی نمیخون بر ماه گرد ببینید درباره جنگ دیگه خب اگه پیداش کنم خب من باید چیکار کنم که اینو بیارم شکم بالا آره اینم جالب بود اینو بذار با رنگ آبی بزنم به ماهی نم خون بر ماه گرد یک و دو چون فرو رفت به ماهی میشه اینم یک و دو خب درباره چیه؟ میگه شدت جنگ انقدر زیاد بود اینم خیلی در موردش فکر کردم و قدیما این سوالای خیلی قدیمم بوده رفتم تابوتوشو دروردم به یک اعتقاد خرافی برمیگره میگفتن که این کره زمین بر روی یک سینه ماهی هست و این ماهی هم روی یک شاخ گاوه انقدر این دنیا ناپایداره هر لحظه احتمال داره همه چی کن فیکون بشه حالا میگه انقدر خون ریختن رسیدش به ماهی توی اون صحنه جنگ به ما هم رسید گرد و غبارشون فریاد بی صدا پارادوکس اینا رو حفظی از توی سرشار که مثال معروف پارادوکس ما با تو ایم و با تو نهیم اینت بل عجب اینت یعنی عجبا
در حلقه این با تو چون حلقه بر دری، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. چه شعر از چنگی، پارادوکسه. میخورم جام غم مثاله کنکور همش، هر دم به شادی رخت خرم آن کس کو بدین غم شادمانی میکنه. میگم دیگه چی ده؟ نه همین بودش. خب گوش ترحمی کو هم که مال سراسری قدیم انسانیه. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، حاضر غایب پارادوکسه. خب آها، من نامرتبشو روی چه، آها اینه، دنبال این بودم. روی چشمی دارم اندر رفت، مهر او رویم با چشمم، کین گوهر میریزد آن زر میزند. ببین چهرم چیه، چی کار میکنه؟ زر میزنه، یعنی زرد شده. پس این میتونم بگم 2-1. پس اون روی، این اینو جالب، اینو برام حفظ باش. و اون چشمه چی؟ گوهر میریزه سار از اشکه. این یکی از نامرتبای خیلی قشنگه که من دوستش دارم، به خاطر این سستو رو معطلت کرده بودم که به این برسی. از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب، عفوت و خشمت به روز و شب. از مهر و کینه تو دو نمونه است شهد و سم. شهد اینا مرتبه، یعنی شیرینی و عسل، سم هم که سمه، به مهر و کین برمیگه. دو تا لفونش پشت سر هم بود. برم سراغ اختیارات وزنی. دوره های اول دوم سوم دیدم تو نهایی اومده بودا، اینا رو باید حفظ باشی عزیز من. افروختن و سوختن و جامه دریدن هم گفته نامرتبه. پروانز من شمز من گلز من آموخ. خانم توکلی گفتن من هستم که همیشه حاضرم. من مریم توکلی هم که همیشه حاضر هستم. خب میام پایین تر. درود بر همه حاضرین و غایبین. البته من آماری که گرفتم گفتن همه حاضر هستم، الان دیگه همه حاضرن. خب اختیار زبانی، آها عجب اختیار زبانی. خب بلند بودن، هجای پایانی. سرو را مانی و لیکن سرو را رفتار نه. بله این مثال خیلی خوبی هست، یعنی نه رو من مثلا میگم نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا. نه همیشه کوتاهه، ولی چون در پایان مصرع قرار گرفته باید خطش بزنم به بلند تبدیلش کنم. پس این اختیار وزنی بلند بودن هجای پایانی است اگر به کلمه ای مثل تو ختم بشه، خب یا هر هجای کوتاه دیگر، و یا به نیست یا هر هجای کشیده ختم بشه که ما قطعا کوتاهش رو ختم میزنیم، از این اختیار استفاده کرده ایم. آوردن فعلاتون به جای فاعلاتون، یا فاعلاتون رو بیاریم به جای فعلاتون، هیچ فرقی نداره. بزنم
یاد و باد آن که زه ما وقت سفر یاد و نکرد به وداعی دل غم دیده ما شاد و نکرد فعلاتون 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 فعلون. خب در رکن اول به جای فعلاتون فاعلاتون آمده است که از اختیارات رایج وزنی است. این اختیار خیلی زیاد است. زمانی که وزن من چی باشه؟ فعلاتون باشه، این اختیار رخ میده. ابدال آن است که بعضی بچه ها برای من فرستاده بودن که آقا ابدال رو بگو، قلب رو بگو دوباره برامون. من البته خیلی مختصر گفتم، گفتم دو. حالا البته من الان یه ذره مفصلتر میگم توی خود ارزیابی ها. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. سخن شناس و نهی جان من خطا اینجاست. ببینید اینجا این قطعا یک هجای بلنده، به جای اینو نوشته بعدن خط زده دوتا کوتاه گذاشته زیرش. یعنی منظورش اینه که آقا توی این هجای بلند دوتا تو شکمش دوتا هجای کوتاه در واقع نهفته شده است، اما اینجا ابدال شده، یعنی به جای اون دوتا کوتاه یه بلند اومده. فعلون به فعلون تبدیل شده. این 99% ابدالای ما تبدیل فعلون به فعلونه. قلب چیه؟ باها چه قلبی مثال زده. قلب، یه قلب آبی من بکشم اینجا. کیسه هنو گوش کن ببین چه قلبی، فکر کنم سراسری 94 انسانی هم هست. کیسه هنو مفتعلون زفر به هست، زفر به هست، اینجا شد مفاعلان. کیسه هنو مثلا همینجا برات برش میزنم، البته این زه باید این بر باشه. با تو از مفتعلان مفاعلانه، با تو از آن قوی دلم مفتعلان. مفتعلون نه نمیشه، باید پاک کنم، گیری کردیم. وای مفتعلون مفاعلون. خب مفتعلون، خب این که هیچی، این ورش خبری نیست اصلا. مفتعلون مفاعلون چاره چخا مفتعلون. قانی اگر دوباره شد چی؟ مفتعلون. پس قانی اگر با توجه به این که اصل وزن شعر من مفتعلون مفاعلون، اینو حفظ کن، اینو حفظ نباشی خیلی باید حرفه‌ای باشی تو عروس که همون ثانیه بفهمی دیگه، به قول خودمون قول مرحله آخرشه. چاره چخا مفتعلون، باید مفاعلون بیاد بعدش، منتها دوباره مفتعلون اومده. قانی اگر دوباره مفتعلونه، پس تبدیل مفتعلون به مفاعلون. مفتعلون مفاعلون، یا بالعکس و تبدیل مفتعلون به مفاعلون، یا بالعکس می شود رنگ های دیگه هم میتونم انتخاب کنم. واقعا چند بار دیگه بیام حفظ میشم. خب قانی اگر تبدیل مفتعلان به مفاعلان، یا بالعکس رو میگن قلب، ولی شما حفظ کنی خواهش میکنم قلب های این کتاباشون سخت میشه. که این سهنوز رو که گفتم اینجا، آها خود ارزیابی کلمات که یا کش در کجایی مثل با کش برابر میشه پایان مثل، این اختیار چی وزنیه. دست در اینجا رو حالا گوش کن. دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر فعلاتون فعلاتون فعلون. خب اینجا چی داریم؟ دست و در دا فعلاتونه به فعلاتون تبدیل شده، تبدیل فعلاتون به فعلاتون اختیاره رایج وزنیه. حالا رایجشو تو نمیخواد بنویسی، تو با خدای خود انداز و کار خود
کار و دل خوش دار که رحم اگر خدا که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. خب خوشدار دوباره به جای فعلون فعلون اومده، پس این چیه؟ ابداله. این به جای بکند یعنی فعلون، اون ورش فعلون اومده. حواست باشه این دوتا کوتاه و یکی مونده با آخرش هست، دوتا کوتاهی که میاد باید بندازی زیر خوش، به با کورو باید بندازی زیر خوش که تو تختی که کم و زیاد نیاری. اینو برام حفظ کن، اینو برام حفظ کن. کیست که پیغام من مفتعلن فاعلن، کیست تو که پی، ببین مفتعلن قام من فاعلن مفتعلن کیست که پی قام من مفتعلن فاعلن به شهر شر، یعنی در رکن سوم به شهر شروان برد مفاعلن فاعلن. اینجا قلبه، این قلب دیگری از اختیار قلب خیلی خیلی کم هست، به هیچ وجه بهت خارج از کتاب تو نهایی نخواهند داد. این دوتا رو حفظ باش فعلا. یک سخن از من بدان مرد سخن دان برد مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، این ورش سر جاشه. فقط تو بدون که به شهر شروان برد، به شهر شر وان برد مفاعلن فاعلن شده، اون رکن سومش قلب داره. یارو با ما چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. فعلاتون 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 فعلاتون، در رکن اول به جای فعلاتون فاعلاتون اومده. همچنین ما را بس فعلان شده فعلان ابداله. همچنین در هجای پایانی، بلند بودن هجای پایانی هر مصرع توی طلبیم داره. چی اومد؟ میکوش و به هر ورق که خانی کان دانش را تمام و دانی، کان دانش را تمام و دانی. ابداله. میکوش و ببین می کوشو به، خب مفعول و مفاعلن فاعلن شده مفعولن فاعلن فاعلن. می کوشو به هر ورق که خانی مفعول و ما مفعول و مفاعلن فاعلن بوده دیگه، مفعول و اون لوش با ما مفاعلن ابدال شده. کان دا نش را، اون نش بچسبونمش، این نش ابداله که باید زیر شو بقرار بگی. وا که گویم به جهان محرم کو، چه خبر گویم با بی خبر. عجب ابدالی. وا که گویم به جهان محرم کو، فعلاتون فعلاتون فعلون، چه خبر گویم با بی خبرم. فعلاتون دوم شده مفعولان. به وفای دل من نال براری دو چنانک، چنبر این فلک شعوزگر بکشای. شعوزگر یعنی شعبده باز، جادوگر. چنبر این تبدیل فعلاتون به فاعلات. بکشاییدم که بلند بودن هجای پایان، پایان هر مصرع. خب اینجا چی دارم؟ دیگر دلم هوای سرودن نمی کند، تنها بهانه دل ما در گلو شکست. دیگر دلم هوای سرودن نمی کند مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون، تنها بهانه دل ما در گلو شکست. یش که کوتاه به بلنده، گفته اختیار کلا بگو. شکستم که بلند بودن هجای پایانیه. من به زبان عشق خود می دهمد سلام تو،
بر سر آتش دلم همچو زبانه می روی. بر سر آتش دلم، شه کوتاه به بلنده، همچو زبانه می روی. دیگه چیزی نداره. من به زبان عشق خود، مفتعلون مفاعلون. دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست، شکسته باد و کسی چین کین چنین من میخواست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، ابدال میخواست. شماست و میخواست، دوباره بلند بودن هجای پایانی، شکسته تر ازم، حذف همزه. من ندانم به نگاه تو چه رازی است و نهان، که به من که من آن راز و توان دیدن و گفتن نتوان. فعلاتون 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 فعلاتون. در رکن اول به جای فعلاتون فعلاتون آمده است. من ندانم به نگاه هش کتاب بلنده، تو چه رازی است نهان. رازی است حذف همزه است، که من آن را حذف همزه. زتوان دیدن و گفتن نتوان. فعلاتون 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 فعلون. آه ایهام هرم بهت بگم راست، ایهام. خب چیو گفته به معنی سخت کشیدن کمان است؟ اغراق. خودم نمیدونستم، تو الان کتابو تازه دارم میخونم. به معنی سخت کشیدن کمان است در اصطلاح بدی زیاده. این که هیچی، مخصوص شعر حماسی. حواست باشه، فعولون 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 فعل از ویژگی های شعر حماسی نیست، ولی چون که کل شاهنامه فعولون 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 فعله، یکی از راه های میانبارشه که بدونی. و همچنین دیدی جنگ و خونریزی هم توش هست دیگه، به یقین میرسی که این شعر حماسیه و از ویژگی هاش همون اغراقه. خب خیلی اغراق و بزرگ نمایی روش. آها راستی، میان ما با رسیدن میگه هزار فرسنگ است. کلمه صد و هزار هم از ویژگی های اغراق هست. معمولا تو شعری باشه اغراق وجود داره. ایهام ببینم چی داریم. ایهام اینجا زسرادی بر سر آب آمدی سنگ، این هم اغراق دیگری است. بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است. مهر ایهام است، یکی عشق و محبت و دیگری خورشید. از این مهر و از اون مرا جز شب دیجور نمانده است. دیجور یعنی تاریک. به به، خانه زندان است و تنهایی زلال، هر که چون سعدی گلستانیش نیست. هان وزن نمیخواد رسید. گلستان ایهامه، یکی باغ و بستان، دیگری کتاب سعدی. اگر سنت اوست نو آوری، نگاه هم از نو یعنی دوباره به سنت کنیم، یا از شعر نو به سنت. پس یکی به معنی دوباره و دیگری شعر نو. عهد کردی که کشی فرصت خود را روزی، فرصت را یافتی آن عهد فراموش مکن. خب عهد مصرع دوم ایهامه، یکی روزگار و این مکسایی که میکنم میدونیم من به چیزهای دیگه فکر میکنم. عهد مصرع دوم ایهام، یکی پیمان و دیگری روزگار. چون جام شفق موج زند خون به دل من، با این همه دور از تو. دور از تو ایهام است، یکی بدون تو و دیگری امیدوارم از تو دور باشد. پس یکیش فعل دعاییه و دیگری بدون تو هست. ایهام تناسب چیست؟ روی خوبت آیتی از لطف و بر ما کشف و کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. آیتی هام تناسب است، یکی کجا رفتیم؟ نشانه است، معنی اول. معنی دوم آیه قرآنی که با تفسیر تناسب داره. گر هزار است بلبل این باغ، همه را نغمه و ترانه یکیست. هزاری هام تناسبه،
اینجا به معنی عدد هزار هست. معنی دوم هزار بلبله که با باغ تناسب داره. خسرو میگه در زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود. شوری هام تناسب است. اینجا به معنی قوقا است. معنی دوم شور، دستگاه شور از نغمات موسیقی که با شهناز تناسب داره. ضمن شهناز یکی از دستگاه موسیقی است، آهنگ های موسیقی است. چنان سایه گسترد بر عالمی که زالی نیندیشد از رستمی. زالی هام تناسب عزیز من. زال در اینجا به معنی پیرزن، مرد و زن سفیدمو نوشتن توی شرح و توضیحات. علل خصوص غلام حسین یوسفی نوشته بیشتر بر پیرزن اطلاق شود. سعدی میگوید که حکومت اتابک سعد زنگی که خیلی ایشان را ستایش کرده است، آقای سعدی ممدوح سعدی بوده است، که خود شیخ مصلح الدین اسم سعدی بوده از اسم اصلیش، تخلص سعدی را برگزیده است به خاطر شخصیت ایشون بوده، اتابک سعد زنگی که جناب سعدی علیه الرحمه را مورد تکریم قرار داده است. که زالی نیندیشد از رستم، یعنی هیچ پیرمرد و پیرزنی از هیچ انسانی مثل رستم نمیترسه، اینقدر امنیت ایجاد شده. معنی دوم زال پدر رستم است که با رستم تناسب دارد. معنی اولش پیرزن بود. پرستش به مستی در کیش مهر. مهر اینجا به معنی عشق و محبته. معنی دوم مهر خورشید است که با کیش که به معنی آیین باشد تناسب دارد، و چون که آیین قدیم، خیلی قدیم ایرانیان بوده است. به گفت عشق شیرین بر تو چون است، به گفت از جان شیرینم فزون است. بله، شیرین ها ایهام معمولی هستند، هرچند که شیرین اول قطعاً به معنی اون چیزی که معنی ارجح هست معشوقه فرهاده، و دومی هم عزیز و گرامی هست، اما هر دو شیرین را ایهام باید در نظر بگیریم چون که معنی ازش استفاده میشه. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید. مهر اینجا ایهام تناسب، مثال کتاب نظام قدیم بوده، یعنی عشق و محبت به جانم رسید و به ایوق بر شدم. ایوق نام ستاره‌ای در آسمان، مظهر دوری و بلندی و روشنی. خب مهر، معنی دوم مهر خورشیده که با آفتاب و ایوق تناسب داره. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی، یعنی بقیه. اما معنی دوم باقی جاویدان است که با فانی تناسب داره. عرضه تضاده، ولی اینا هم جز ایهام تناسب ها میدانن، یعنی حتی اگر در معنی دوم متضاد بشه. نگران با من استاد سحر، نگران ایهام معمولی هست، یکی پریشان و دیگری نگرنده و نگاه کننده. خب اغراق و خیلی درش مشکلی نداریم. گر برگ گل سرخ کنیم پیرهنش را، از نازکی آزار رساند بدنش را. من یه 5 دقیقه دیگه استراحت کنم، دوباره میام خدمتتون برای رفع اشکال. برای رفع اشکال فعلا. خب سلام مجدد خدمت عزیزان. هرچه دا اینم سخته ها، الفش ری اگر به اش قدهی، کافرم گر جوی زیان بینی، فعلاتون مفاعلون فعلون. هرچه دا ری اگر به اش قدهی، کافرم گر جوی زیان بینی. هرچه داری اگر به اش قدهی. خب و
فعلات و مفاعلون فعلان آوردن فعلات فاعلاتون به جای فعلاتون. کافرم گرجوی زیان بی نی فعلونش شده فعلون. خب اینم ابداله. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد و نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. فعلاتون 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 در هر دو مصرع به جای فعلاتون فعلاتون آمده است. مرا بسود و فرو ریخت و هر چه دندان بود، نبود و دندان لا بل چراغ تابان بود. نبود و دندان لا بل مفاعلون فعلاتون. فعلاتون دوم به مفعولون تبدیل شده. فعلاتون دوم من موقتا به مفعولون تبدیل شده است. البته دوتا فعلونش هم که خودش فعلون شده، دوتا ابدال که این ورانور مصرع هست، یه دونه ابدال دیگه هم وسطش داره. نه این دیگه خیلی سخته. نمان دو تیری در ترکش قضا که فلک. این خیلی سخته. اینو اگه حسن آقا امکانش هستش که حسن آقا اگر من بتونم یک صفحه سفید پیدا کنم، البته حسن آقا باید بیاد، من اینو برای تقدیم میکنم. نمان مگه اینکه همینجا صفحه سفید و نمیتونم، بلد نیستم بیارم. از اینجا رو پاکش کنم. بسه ببینم. خب نمان دوتی نه نمیشه، اینجوری نمیشه. ببین اینو، سوی دلم به سرانگشت امتحان نگشود. سوی دلم که شده مفتعلان، نماندوتی مفاعلان. خود اینو قلب گرفته بودن تو یکی از کنکورهای قدیم درباره این بیت. نماندوتی ری در تر کشه قضا که فلک، سوی دلم به سرانگشت امتحان نگشود. نماندوتی ری در تر، ری در تر فعلاتون دوباره شده مفعولو. آره این تختیش کار هر کسی نیست، خیلی باید به ریتم آهنگ مسلط باشه که اختیارشو بفرمه. پس یه دونه ابدال اینجا داریم، یه قلبم که تبدیل مفتعلون به مفاعلون داریم. این ته رو حواست باشه. همه در خورده را یقی متخیش، فعلاتون مفاعلون فعلون. از تو خواهند و من تو را خواهم. فعلاتون مفاعلون فعلون. فعلاتون شده فاعلاتون. خواهم هم ابدالشه. ابی خبر بکوش و که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباش. به 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 که راه رو برشوی. حسن آقا ممکن هستش که ما یک صفحه سفید داشته باشیم. یک صفحه سفید میخوام توش بنویسم. میشه؟ پای تخته ها اینجا. وصله
ای بی خبر به کوش و که صاحب خبر شوی. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. خب من خب میتونم بگم مفعول و فاعلات و فاعلات و یک دو سه چهار. خب مفعول و فاعلات و این تا اینجا هست دیگه. چیکار دارم میکنم من؟ مفاعیل و اینم برای این فاعلون. حالا اینجا ابدال رخ داده. حالا مدلی که کتاب زده این یه دونه بلند میذاره، بعد خط میزنه، دوتا کوتاه میزنه زیرش، یعنی تو دلش. تا راه رو نباشی کی راه و بر شوی. ای بی خبر بکوش و که صاحب خبر شوی. من عکس اینو میگیرم برای توی گروه میفرستم. تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. پس من فل مجلس عکس رو میگیرم چون این همه رنگ به کار بردم. حالا تا حقش بود که حسن آقا عکس منو با این تخته میگرفت برام میفرست. مفاعیل و چی؟ فاعل. خب این از این. حالا دوباره بخوام برگردم اون قبلی ها. آها اینجا زدم اومد. جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان. بویی هام است، یکی بوی خوش دیگر رو میداره زو. گویند روی سرخ تو سعدی که زرد و کرد اکسیر عشق، بر مسم افتاد و زرد شدم. روی ایهام تناسبه. اینجا به معنی چهره است، معنی دوم روی فلز روی که با مس و زر تناسب داره.
چندین که برش مردم از ماجرای عشقت اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. این اغراقه. بعدش درباره این که هیچ سوالی و عرض آخرم اینه که بی جواب نذارین چون که نمره منفی نداره. حتما یه اظهار نظری کنی. وزن شعر نیمایی هم حذفه. من اینجا چند دقیقه هستم، اگر سوالی بود در خدمتتون هستم. البته سوالاتون رو تا آخر شب میتونید توی گروه بفرستین. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، انشالله که موفق باشین و خدای مهربون میسپارم بهتون. بازم اگر سوالی بود من یه دقیقه نگاه بکنم. بله نفرستادن. سوالی بود توی صفحه شخصی بفرستین یا توی گروه بزنید. انشالله که موفق و معید باشین. خدا نگهدار. نمونه سوال نهایی ببین نگاه بکنید. راستی این هم یه نکته، نمونه سوال نهایی نگاه بکنید. فقط بدانید و آگاه باشید که قسمتی از اون نمونه سوالا برای بخش حذف شده است. اونا را بهش بهایی ندین و به اون قسمت‌های به اون 80% بپردازید. این حد و حدود و حواستون باشه که رعایت کنین. سوالای خرداد و شهریور و دی فرستادم خدمتتون، منتها من نگاه کردم بعضیش برای قسمت های حذف شده بود. انشالله که موفق باشین. خدا نگهدار. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته